با نام ویاد خداوند، سرخط مهمترین خبرهای امروز از افغانستان: جزئیات گماشته شدن قیصاری در جایگاه صلاح الدین ایوبی توسط طالبان، طعنه توهین‌آمیز گلبدین حکمتیار به ملت هزاره. و در ادامه این گزارش، ذبیح الله مجاهد خبر باز شدن مکاتب دخترانه را تایید می کند. برای جزئیات بیشتر این گزارش را تا آخر بیننده باشید و برای تازه ترین خبرها کانال شهرریز را حتما دنبال کنید. وبسایت خبری پیک آفتاب نوشته است که گلبدین حکمتیار میگوید از 8 ولسوالی بامیان و دایکندی میخواهید کشور هزارستان را بسازید. رهبر حزب اسلامی در واکنش به کارزار توییتری نسل کشی هزارها را متوقف کنید میگوید که آیا میخواهید کشور هزارستان را از 8 ولسوالی بامیان و دایکندی بسازید که در بین کوه‌ها از هر سو محاصره است و با هیچ کشور دیگری هم مرز نیست. گلبدین حکمتیار روز گذشته 22 میزان در خطبه نماز جمعه خود گفته است که از هیچ قاتل، جانی، ظالم و مزدور اجنبی که در خدمت شبکات استخباراتی و عامل جنگ‌های نیابتی باشد حمایت نکنیم. این چهره‌ها کاملاً شناخته شده‌اند، از هیچ کس هم پنهان نیست. همه آنها را در قوم و قبیله خود می‌شناسید. رهبر حزب اسلامی از هیچ فرد یا گروه نام نبرد، اما گفت که با کسانی همصدا می‌شویم که خواهان پایان جنگ و عدالت در افغانستان هستند. گلبدین حکمتیار در بخش دیگر از صحبت‌های خود در واکنش به کارزار توییتری نسل‌کشی هزارها را متوقف کنید گفته است که شعار ایجاد کشور هزارستان در جاده‌های غرب زمزمه می‌شود. وی در ادامه تصریح کرده است که ما گفته بودیم آیا می‌خواهید کشور هزارستان را از 8 ولسوالی بامیان و دایکندی بسازید که در بین کوه‌ها از هر سو محاصره است و با هیچ کشور دیگر هم مرز نیست. گلبدین حکمتیار یک از رهبران اصلی مجاهدین افغانستان بود. بعد از سقوط حکومت نجیب الله او به سمت نخست وزیری رسید، اما اختلافات به جنگ داخلی منجر شد. باید افزود که بسیاری حکمتیار را عامل کشتار تعداد زیادی از مردم افغانستان و تخریب شهرهای مختلف در جنگهای داخلی می داند. و در ادامه این گزارش، وبسایت خبری اطلاعات روس نوشته است که سخنگوی طالبان در نشست علما در ترکیه گفته است که گشایش مکاتب برای تمام دختران حتمی است. در حالی که بیش از یک سال از محرومیت دختران از آموزش در افغانستان می‌گذرد، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در یک نشست در ترکیه بار دیگر وعده کرده است که گشایش مکاتب برای تمام دختران حتمی است. او سال گذشته نیز وعده کرده بود که با آغاز سال جاری خورشیدی تمام مکاتب دخترانه باز می شود، اما این وعده او عملی نشد و دختران بالاتر از صنف ششم در حال حاضر از آموزش محروم می باشند. به نظر می رسد که مقام های طالبان درباره آموزش دختران اختلاف نظر دارند. اخیراً شیر محمد عباس سانگزی، معین سیاسی وزارت خارجه طالبان، در یک مراسم در کابل خواستار بازگشایی مکاتب دخترانه شد و گفته بود که آموزش برای زن و مرد فرض مطلق است و برای بستن مکاتب دخترانه دلیل شرعی وجود ندارد. اما خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست طالبان، در همین مراسم در واکنش به صحبت‌های شیر محمد عباس سانگزی گفته است که آموزش اصلی مباح می باشد. از سوی هم گفته می شود که بسته ماندن مکاتب بر روی دختران افغانستانی تصمیم ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان است و برخی از اعضای تندروی گروه طالبان از تصمیم او حمایت می کنند. با این حال، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در سخنرانی خود در نشست علما در ترکیه گفته است که گشایش مکاتب بر روی تمامی دخترها حتمی است و اکنون این گروه روی ترتیب نصاب، تنظیم سیستم ترانسپورتی و صنف‌های جداگانه کار می‌کند. مقام‌های طالبان سال گذشته نیز گفته بودند که روی طرح بازگشایی مکاتب دخترانه کار می‌کنند، اما روشن نیست که این طرح چه وقت نهایی می‌شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است که در حکومت گذشته 70% شهروندان با آموزش دسترسی داشتند، اما اکنون برای تمام شهروندان در هر گوشه کشور فرصت آموزش فراهم شده است. ذبیح الله مجاهد افزوده است که در 140 دانشگاه کشور ده‌ها هزار دختر مشغول تحصیل هستند. این در حالی است که طالبان بر تحصیل دختران نیز محدودیت‌های شدید وضع کردند. گروه طالبان در کنکور امسال برخی از رشته ها از جمله مهندسی و روزنامه‌نگاری را از گزینه های انتخاب دختران حذف کردند. گفتنی است که طالبان در دهه 90 در حکومت قبلی خود نیز به دختران و زنان اجازه تحصیل نداده بودند. گروه طالبان در حال حاضر زنان را از کار در اکثریت ادارات دولتی نیز محروم کرده است.
و یک گزارش دیگر داریم از اندیپندنت فارسی. اندیپندنت فارسی نوشته است که ترفند طالبان برای کنترل ازبک ها، نظام الدین قیصاری به جای صلاح الدین ایوبی. در حالی که قاری صلاح الدین ایوبی نامدارترین فرمانده نظامی طالبان از قوم ازبک، در زادگاهش فاریاب در انزوا و طرز زندگی می کند، نظام الدین قیصاری فرمانده نظامی دولت جمهوری و یکی از چهره‌های مشهور ضد طالبان در دولت اشرف غنی تحت حمایت اداره استخبارات طالبان در کابل، سرگرم برنامه ریزی برای جلوگیری از مقاومت مسلحانه ازبک ها علیه طالبان است. باید افزود که صلاح الدین و نظام الدین هر دو از قوم ازبک و از ولایت فاریاب در شمال افغانستان هستند. در چند ولایت شمال افغانستان از جمله در فاریاب، ازبک ها بیشترین جمعیت را نسبت به بقیه اقوام دارد. حاکمیت در ولایت های اکثریت ازبک در طول سالهای اخیر متعلق به ازبک ها بود است، اما در یک سال گذشته امارات طالبان چهره های قدرتمند ازبک مانند قاری صلاح الدین را منزوی و رد کرده است، یا مانند مخدوم عالم ربانی به تبعید خود خواستند. هرچند طالبان با منزوی کردن فرماندهان قدرتمند همچو قاری صلاح الدین و مخدوم عالم ربانی تلاش کردند که زمینه های شکلگیری جزایر قدرت را در ولایت های ازبک نشین از بین ببرد، اما برای کنترل اوضاع در دراز مدت هیچ برنامه ای ندارد. اداره استخبارات طالبان از قدرتگیری قاری صلاح الدین ایوبی که سالها برای این گروه جنگیده جلوگیری کرد و نظام الدین قیصاری دشمن دیرینه خود را از ایران به کابل دعوت کرد تا از شهرت او برای مدیریت ازبک ها استفاده کند. آقای قیصاری در ماه جون سال جاری به دعوت طالبان با میانجیگری سپاه پاسداران ایران از تهران به کابل بازگشت و در این مدت تحت نظارت اداره اطلاعات طالبان در یک خانه مجلل زندگی می کند. مأموریت آقای قیصاری دعوت از چهره های سیاسی ازبک برای بازگشت به کابل و بیعت با طالبان است. او هرچند خودش را زمانی فرزند معنوی مارشال دوستم خطاب می کرد، اما اکنون پرچم مخالفت با دوستم را در دست دارد. طالبان هم تلاش می کنند با استفاده از نفوذ قیصاری مانع حضور مقاومت مسلحانه ازبک ها علیه خودشان شود. طالبان هزینه های خانواده و محل اقامت قیصاری را در کابل تامین می کند و در ازای آن از او می خواهند برای کنترل ازبک ها فعالیت کند. از سوی دیگر با منزوی شدن چهره های مانند قاری صلاح الدین، فضا برای قیصاری که در ایران به اتهام جعل اسناد بازداشت و تحقیر شده بود و به سختی زندگیش را سپری می کرد باز شده است. با این حال به نظر می رسد جابجایی نظام الدین قیصاری با صلاح الدین ممکن است در کوتاه مدت به نفع سلطه طالبان بر ازبک ها باشد، اما در دراز مدت می تواند چالش بزرگتری را برای این گروه ایجاد کند. باید افزود که قاری صلاح الدین و مخدوم عالم دست کم دانش آموخته مدرسه های طالبان هستند و مانند بقیه رهبران این گروه به حاکمیت ناب اسلامی اعتقاد دارند، اما نظام الدین قیصاری پیرو هیچ عقیده‌ای نیست و ممکن است که با اندکترین امتیاز سنگرش را بفروشد. بیننده های محترم کانال شهر نیوز، نظر شما در مورد تازه ترین خبرهای امروز از افغانستان چیست؟ نظر خیش را در کامنت همین گزارش با همه به اشتراک بگذارید. تشکر از اینکه تا آخرین گزارش با ما همراه بودید. تا یک گزارش دیگر، خدا نگهدار.